این قصه نباید اینطوری تموم میشد دکتر. هنوز زخمایی که خوب کردی پوست ننداخته. بازم باید بهشون دست میزدی. شایدم باید بوسشون میکردی. اما تو به مریضت پشت کردی. وسط را ولش کردی. این یعنی خیانت. حتی موقع رفتنت هم داری به هم ضربه میزنی. با دوست دیدن گذشته. به دادستانی چی میخواستی بگی؟ از من دور باشی. از من و خونوادم دور باشی. چی میخواستی بگی؟ بابام رو کشتی کافی نبود، میخوای منم بکشی؟ خونه بابام کافی نبود؟ تو پسر اونی؟ بابای تو به خاطر 2000 بابای منو کشت. تو یه دروغ بزرگ داری زندگی میکنی فرهاد اصلا. برو از دکتر بپرس. چه دکتری؟ از من و خونوادم دور باش فرهاد اصلا. دکتر همه چیو میدونه. اون همه چیو بهت میگه. حرکت کن، زود باش. میدونی بیشتر از همه واسه چی ناراحتم؟ تو اصلا منو نشناختی، منو دست کم گرفتی، ناراحت شدم. با آبدین نشستی واسه من نقشه کشیدی. آره؟ میخواستی با اون مغز کوچیکت منو تو تله بندازی؟ ازت متنفرم. شش. من بابای بچه‌تم. بابایی مثل تو نیست و نابود بشه. تو حالا اینا رو بیخیال. کی میخواد تو رو از دست من نجات بده؟ ها؟ دارم نگاه میکنم. کسی هم نیست که بخواد از رو هوا پرواز کنه بیا تو رو نجات بده. الان چی کار میخوای بکنی خوشگلم؟ عزیز دلم. خاله وسایلتو جمع کن جولیده، داریم میریم. چی شده؟ سوال نپرس، گفتم داریم میریم. سلام، خسته نباشی. میخواستم بدونم امکانش هست امروز بریم تو خونه ساکن بشی؟ مشکلی نیست؟ میتونیم بریم؟ باشه، خیلی ممنونم. من ازتون کلیدارو میگیرم. ممنون. تموم شد. وقت تو تلف نکن و برو. فکر میکنی با رفتنم میتونم فراموشت کنم؟ بگو چجوری بدون تو زندگی کنم؟ چجوری نفس بکشم؟ پسرم اینجا تنهایی چی کار میکنی؟ اصلی داره میره. هیچ کس بهش نمیگه بمون. هیچ کس جلوشو نمیگیره.
پس به حرفای من گوش نداد. من بهش گفتم نرو. اما من گفتم بره. سخت‌ترین کار رو کردی پسرم، در حالی که قلبت میگه بمونه اما عقلت میگه بره. من هیچ جام نمیگه بمونه. خیلی سخت میشه اصلی، خیلی درد میکشه، حتما خیلی ناراحت شدی تا حدی که بهش گفتی برو. هر کس هر طور لیاقتشو داره زندگی میکنه. هر کس. حق با توه، بخشیدن سخته. برای تو هم سخته که اصلی رو ببخشی. هر روز بیشتر عصبانی میشی، تو وجود طوفان به پا میشه اما هرگز بروز نمیدی. همیشه به اون فکر میکنی، به بچه‌تون. بس تمومه، هر کی به راه خود، خواهیم دید چی میشه. دیگه کسی نیست بیاد کمکت. دوتایمون موندیم اینجا گلسون، اما این یه بهونه شد. معلومه خیلی دلت برام تنگ شده بود دختر. وقتی مثل آهوی ترسو به نگاه میکنی خوشگلتر میشی. منم برای همین عاشق تو شدم دیگه. پشت درهای بسته، بوسای مخفی، مگه نه گلسون؟ ما مثل آتیش و باروت بودیم. اونو کنار. چی کار میکنی؟ به من دست نزن، ازم دور باش. مگه بهت نگفتم دیگه بهم نزدیک نشو؟ آروم باش، آروم باش. داری چی کار میکنی؟ چی شد؟ آهوی ترسواره، ترسیدی؟ آروم باش عزیزم، آروم باش. برو عقب، دهنتو ببند. باشه باشه باشه، ساکت شدم. هر چی تو بگی، به خدا هر چی تو بگی. زود باش اینو بیار پایین. آفرین به تو، آفرین. میبینم که آدم شدی جوجه. الان نوبت منه که هر چی ازت میخوام بگیرم. لازم نیست بترسی. داری چی کار میکنی گلسون؟ آخرین بار بهت چی گفتم؟ یادت میاد؟ چی گفتی؟ گفتم دیگه واسه یه قدمم بر نمیدارم. تو چی گفتی؟ چی گفتی یادته؟ باور نکردی؟ باور کردم، به خدا باور کردم. چرا باور نکنم؟ باشه هر چی تو بگی، قربونت بشم، فقط اینو بیار پایین، خطرناکه. صدا تو ببر. رابیو فریم اداره پلیس. رابیو. چه پلیسی؟ دیوونه شدی؟ رابیو مزخرف نگو، بیا حرف بزن. همه چیو بهشون میگی، همه یه کارایی که کردی و یکی یکی تعریف میکنی، میگی جمو کشتی، همه چیو میگی. چرت نگو، نمیتونن اثبات کنن. ما اسلحه رو عوض کردیم، من از جنایت تبرئه شدم، الان تر و تمیزم. ساکت شو گلسون. تو نمیتونی منو بکشی، دلت نمیاد منو بکشی. گلسون بیا، همه چیو ول کنیم و از اینجا بریم. قسم میخورم بیا پسرمونو برداریم و از اینجا بریم. مگه تو عشق اول من نیستی؟ مگه ما هم دیگر دوست نداشتیم؟ تو منو ول کردی، برای همین من داغون شدم، یکی دیگه شدم. اما من همیشه تو رو دوست داشتم، تو هم منو دوست داشتی. دروغه؟ این عشق تمام نمیشه، نمیتونه بشه. برو کنار. چیکار میکنی؟ برو کنار. بلم کن، بلم کن جونه. رمزی چه خبره؟ یه لحظه واسه گلسون. گلسون چی کار میکنی؟ این چه کاریه؟ نتونستم بگیرمش، از بسش بر نیومدم، نتونستم بگیرمش. الان به پلیس زنگ میزنم. داداش ببین، مشکلی نیست، پلیس لازم نیست. باشه چی کارت کنه؟ زود باش برو. از بسش بر نیومدم، بازم نتونستم. باشه، آروم باش، آروم باش. یکم حرف بزنیم دایی. حرف بزنیم؟ اما موضوع چیه؟ یکم در مورد گذشته حرف میزنیم.
من سالها در کنار تو بودم دایی. گفتیم ببینیم کم و کسری داریم یا نه. البته ببینیم. بپرس هرچی میخوای بپرسی. دایی من 12 سالم بود. 12. با یه دوتایی از بقالی نوشابه میخریدی. آروم آروم میخوردم تا دیر تمام شه، چون پولمون کم بود. یا توی زمین خالی 7 سنگ بازی میکردی. زندگیمون همش همین بود. بعدش بابامو کشتن، گفتن به خاطر بدهکاری بوده. منم برای نجدت خیلی ناراحت شدم، خیلی حیف شد. اگه ازم کمک میخواست بدون تردید بهش کمک میکردم، اما نجدت آدم مغروری بود. دایی تو بعد از بابام هر کاری تونستی واسمون کردی. ای والا قاتل بابامو آوردی جلو، گفتی این قاتل باباته، گفتی نباید خونه بابات رو زمین بمونه. یه اسلحه دستم دادی. زود باش ماشه رو بکش، بکش تا روح بابات شاد بشه. زود باش. تو اصلا باباتو دوست نداشتی؟ با یه گلوله وارد سیاهی ها شدم. از اون روز به بعد من از تو جدا نشدم. تو هم منو تنها نذاشتی. تا حالا به هم دروغ گفتی دایی؟ البته که نه. نه تا اینکه رسیدیم به امروز. سر و کله یکی به اسم یوسف پیدا شد، اومد دم خونمو. دایی این یارو پسر همونیه که من کشتم. یعنی تو مزرعه پزرعه کار نمی کنه. حالا که همه چیو فهمیدی؟ انگار یه حرفایی داشت اما نتونه حرف بزنه. الان تو به همین گذشته رو، یعنی گذشته خودمونو، از اول درست حسابی تعریف میکنی. دایی این یارو یوسف مشکلش با تو چیه؟ من سالها به خانواده کسی که کشتی رسیدگی کردم فرها. حالا دوست داری بگی خونبه ها، دوست داری بگو پول ضمانت یا هر چیز دیگه، اما خودت خوب میدونی قانون ما اینطوریه. جریان من و یوسف همین بوده. خیلی خوبه والا، اما پسر طرف رو دزدیدن. چرا فکر میکنه کار توه؟ به نظرم رابطتون زیادم خوب نبوده. همه چیز زیر سر ایت بود. رفته گذشته ها رو بررسی کنه، طرف رو پیدا کرده. پسر طرفم تو کار مواد مخدر بوده. اولش فکر کردن کار منه، اما به من ربطی نداره. با جنید ما وارد کاره خلاف شده و وقت کاسه کوزش سر من خراب میشه. یوسفم فهمید که این موضوع به من ربطی نداره. من به اون خانواده کلی کمک کردم فرهاد، هیچ ضرری بهشون نرسوندم. پس مشکل ای چیه؟ طرف قاضیه، تا نباشد چیزکی مردم نگوین چیزها. ایت با گذشته این یارو چی کار داره دایی؟ ایتو نمیشناسی فرهاد؟ به من گیر داده، میخواد به من ضربه بزنه و همش به هم حمله میکنه، از گذشته، آینده، از هرچی که گیرش بیاد. تمومه؟ جواباتو گرفتی؟ گرفتم، جوابمو گرفتم دایی. ببینم تو از کجا فهمیدی یوسف کیه؟ خودش گفت. تو با یوسف حرف زدی؟ خدا بگم چی کارت کنه؟ خدا بگم چی کارت کنه؟ خدا بگم چی کارت کنه؟ تو هم مثل اصلی سکوت کن. هیچ کدومتون حرف نزنین. ببینیم کی میخواد از گذشتش نجات پیدا کنه، من یا شما.
یوسف هنوز زنده است، تازه همین دور و وراست. تا اونو نکشتی به من زنگ نزن. شنیدی چی گفتم؟ اگه نتونی نفسشو ببری، من نفس تو رو میبرم. خاله، بدون این که به کسی چیزی بگی میریم؟ مثل فراریا؟ چیزی واسه گفتن نداریم جولیده. آسلی؟ بیلدان؟ کجا میری؟ دارین میریم سفر؟ آره میریم سفر. چه سفری دختر؟ احتمالا باز دعوا کردن. گفت وسایل تو جمع کن بری. جولیده زود باش. اما اینطوری نمیمونه. یعنی اینا بارها با هم دعوا کردن، اما داداش فرهادم هر جور که شده خالمو برمیگردونه خونه. تازه الانم که حامل است عمرن تنهاش نمیذاره. خدا به خیر بگذرونه. آره جونم، فرهاد تنهاش نمیذاره. آقا طرف آسلی خانم، خیر باشه. میخواین برین سفر؟ بدی من ببرم. نه من. رمزون تاکسی خبر کن. من خودم تاکسی خبر کردم. چیزی هست که بخوای به هم بگی دکتر؟ مثلا چی؟ نمیدونم، بعدن پشیمون نشی. نه نیست. Sen beni sen unutmuş gibisin. Ben hala deliyim, hala sevdalı. من هم منتظر تو بودم برای خداحافظی. میری؟ میرم. من حالا دلیم، حالا سودا. یاکتم ateşi söndüremedim. Sen hala çılgınsın, hala belalı. Ah, hala belalı. Yaktım ateşi, söndüremedim. Sen hala çılgınsın, hala belalı. Ah, hala belalı. Bu sevda یعنی دیگه دوستم ندارم. تو چشمام نگاه کن و بگو. هنوزم نمیتونی تو چشمام نگاه کنی. دوست ندارم. باور نمی کنم. اما برو. به نظر منم تمام شد. من حالا دلیم، حالا سودا. Thank you.
اگه اون پسر گارسون نیمده بود این دفعه اون جنید حوزی رو گیر انداخته بودیم. خدا بگم چی کارت کنه گلسوم بیارزه. انقدر خودتو ناراحت نکن گلسوم، اعتراف طرف رو ضبط کردی دیگه، چی میخوای؟ آره با زبون خودش گفت جما من کشتم، این دفعه دیگه نمیتونه فرار کنه مگه نه؟ خیلی سخته بتونه، به لطف تو افسار جنید رو گرفتیم، فقط مونده بکشیمش. داداشم دیگه از دستم عصبانی نمیشه. اگه خدا بخواد ما فعلا این اعتراف رو بدیم به فرهاد، اون خودش میدونه چی کار کنه دیگه. نمیدونم خودش میخواد حلش کنه یا که چی. شیرزن خودمی. یعنی جدی جدی میخواییم اینجا زندگی کنی؟ آره. پس داداش فرهادم چی میشه؟ یعنی من فکر کردم مثل همیشه دعوا کردین اما انگار واقعا از هم جدا شدی. جدا شدی دیگه، فرهادی در کار نیست جولیده. اما کارش خیلی زشت بود. کی باید باشه؟ داداش فرهاد دیگه. این چه رفتاری بود؟ مثل مجرما داشت به همون نگاه میکرد، انگار یه جوری محترمانه به همون گفت گمشین برین بیرون. گفت دیگه. چطور؟ بیخیال جولیته، ما نمیتونیم آدم ها رو عوض کنیم. خب نمیتونی کسی رو عوض کنی. باشه اما من یکم تعجب کردم، گفتم الان داداش فرهادم میدوه دست خالمو میگیره و بهش میگه نرو. نمیدونستم داداش فرهاد میخواد این رفتار رو بکنه. طرف عین یخ بهمون نگاه میکرد. مگه میشه؟ میدونی بیشتر از همه چی واسم جالب بود؟ این که بهمون گفت با تاکسی بریم. مگه داریم خاله؟ آدم با دشمنش هم اینطوری رفتار نمیکنه. اما انگار از دست عصبانی بود، از یه چیزی دلخور بود، ولی نمیدونم جریان چیه. اون طرف مبلو بگیر، یکم از دیوار دورش کنیم، حالش بده. تو هم عجب حالی داری خاله، انگار هیچی نشده داری اینجا مبلا رو جابجا میکنی. به نظرم تو هم عصبی هستی. تو هم عصبی اما نشون نمیدی. حقم داری یا خیلی حق داری. فکر نمیکردی اینطوری بشه نه؟ مثل تو فیلما زنه میگه من میرم، مرده جلوشو میگیره میگه نرو. من هم فکر کردم اونطوری میشه اما نشد. چی بگم؟ هر کی باشه قاطی میکنه، واقعا قاطی میکنه. جولیده نگفت، نگفت نرو. راضی شدی؟ الان خوشحالی؟ اینقدر به من گیر نده. من معذرت میخوام. به من دست نزن. گریه نکن، منم گریه میکنم. آقا تو یوسف راهی کردی؟ اصلی راهیش کرده. چرا؟ حتما برای اینکه از من محافظت کنه، اون نمیخواد من قاتل بشم. خب الان میخوای چی کار کنی؟ یه پسر داره به اسم سرکان، باید از اون حرف بکشیم. هم داییم هم اصلی یه چیزی میدونن که دارن از من مخفی میکنن. هر طور شده میفهمم. من همیشه در خدمتم آقا. ایوالا. اوف. مشترک مورد نظر جواب نمیده. آره نمی باشد. گوشیش خاموشه. اوف.
اومد. آی یوسفه. بفرمایین آقای کمیسر. خونه یوسف یازجی اینجاست؟ بله، من مادرشم. بله، سر بابام اومده؟ تسلیت میگم. یعنی چی تسلیت میگن؟ متاسفم. یعنی چی؟ بابام نمرده، چیزیش نشده، بابام حالش خوبه. اون نمرده، بابام نمرده. آروم باش پسرم. ما خودمون بلدیم داداش. سرکانو ندیدی؟ نه، ازش خبری ندارم. به نظرت چی کار میکنه؟ نمیدونم راستش، حتما جایی سرش گرمه. همینطوره. آره همینطوره. این یارو. آره همین یارو. شب بخیر آقایون. خوش اومدی آقا. خوش اومدی آقا. بفرمایین آقا، چیزی میخواستی؟ سرکان کجاست؟ لازمش دارم. سرکان؟ راستش ما هم خیلی نمیبینیمش آقا، یعنی ما هم نمیدونیم کجاست. خیلی خوب باشه. دیو هر روز ساعت 9 می رفت تا دختره رو ببینه. و اون دیو کنجکاو شده بود که آیا این دختر خوشگل عاشق دیو میشه؟ دیوم میخواست بدونه اون دختر خوشگل عاشقشه یا نه. یعنی دختر خوشگل عاشقش میشه. یعنی چی؟ خب دوست دارم، همین، فهمیدی؟ رسمن حالمو دیوونه کردی. چرا تا الان زنگ نزدی؟ منتظرت بودم. آره به فرهاد گفتم، گفتم زنه داره یه کارای انجام میده، گفتم یه یارو هست که نباید تو از بهوش اومدنش با خبر بشی. حالمو ببین تو رو خدا، تو عرض 2 دقیقه معلوم نیست چی کارا کرده. یادت من بهت گفتم همش از خونه میره بیرون؟ پس نگو همین بوده. الان دیگه همه چی سر جای خودشه. داداش فرهادم فهمیده که دارن مخفیانه یه کارایی میکنن، پس برای همین باش دعوا کرده. خوب شد چشم بسته باسته اعتماد کرده بود. خب الان ببین چه جور آدمیه. برای همین قیامت بپا شده، بعد از اونم از هم جدا شدن. ویلدن خودمونی ما. تو هم خیلی آب زیر کاهی دختر جون. غرورمو شکستن جولیده. یعنی به خاطر آسلی خیلی غرورمو شکست. حالا ببینه کی خوبه کی بده. تو الان یه چیزی گفتی در مورد یه یاروی حرف زدی، اون دیگه کیه؟ من کنجکاو شدم. بگو. به من چه؟ اصلا برام مهم نیست، همین که آسلی رفت برام کافیه. فرهاد هیچ وقت اونو نمیبخشه. آها، یعنی میگه دیگه میدون واسم خالی شده؟ نه. آره. خیلی خوب باشه، پس حالشو ببر عزیزم. خب میبوسمت، خداحافظ. باشه، بای بای. خاله جون چی کار میکنی؟ تو حامله ای؟ چرا رفتی اون بالا؟ دارم پرده رو وصل میکنم. خب کمکم کن. خیلی خوب باشه، بذار من حلش میکنم. هرچند نمیدونم چطوری از اینجا برم بالا. داداش فرهادم کار خوبی نکرد. اگه الان میدی تو داری از اینجور کارا میکنی از دست عصبانی میشد.
اون به فکر خودش باشه. چرا عصبانی شد؟ موضوع همیشگی بود؟ چرا آخه اینقدر عصبانی شد؟ عشق بینمون تموم شده جولیته. آی خاله، این حرفا رو نزن تو رو خدا. عشق شما به این راحتی ها تموم نمیشه. بعضی وقتا متاسفانه عشق زورش نمیرسه. میبینی هر چیزی که باورش داری به یه دلیلی همش دروغ بوده. من خیلی باورم شده بود که میتونم درمونش کنم، اما فقط به یه دروغ باور کردم. متاسفانه. اینطوری نگو. واقعیت همینه. واقعیت همینه. این کار اصلا در شأن آستی نبود. آدم وقتی حامله از شوهرش رو ول میکنه میره. حتما تحملش رو همین حد بوده. کاری که باید از اول میکرد. اینطوری فرهادم برمیگرده سر کارش. حق با توه. تو این مدت خیلی خسته شدی، اما تا امروز که فرهاد نتونسته بهت کمکی بکنه. آبجی، فرهاد همه چیز منه، دست راستمه. اگه نباشه منم نیستم. مثل قبلا برمیگرده سر کارش. امسال خیلی ضرر کردیم، باید جبرانش کنیم. من فرهاد سابقمو میخوام. اگه از من بپرسی میگم تو دیگه باید کارا رو به یکی از اعضای خانواده امیرخان بسپاری، نه کس دیگه. از همه مطمئن تر. داداش نامی که از شما سوال نپرسید. در ذهن فرهاد هیچ چشم داشتی به شرکت نداره. چرا باید خودشو درگیر کنه؟ آه آبدین، خوش اومدی پسرم. ممنون. شب بخیر. شب بخیر. بیاین بشینین، بشینین. پسرم درست به موقع اومدین. بیاین بشینین. خیر باشه مامان. دایید خسته شده پسرم. دیگه وقتشه که تو کارا رو به دست بگیری. مام داشتیم در مورد همین موضوع صحبت میکردیم که شما اومدین. یعنی دیگه وقتشه که به حقت برسی. حالا بیا بشین. بشین پسرم، بشین. مامان، به نظرت الان وقت این حرفاست؟ تازه فرهادم اینجا نیست. پسرم، ما که هیچ وقت فرهادو نمیبینیم مگه نه؟ بگذاریم. آفرین به تو گلسون. بالاخره آبدینو آوردی پیشمون. حالا دیدی گوش دادن به حرفای مادر شوهر چقدر خوبه. من برم به نجدت سر بزنم. نوش جونتون. دایی، فرهاد کجاست؟ رفته بیرون، هنوز نیومده. خیر باشه، مشکلی پیش اومده؟ نه مشکلی نیست، میخواستم باش حرف بزنم. نوش جونتون. من به تو چی گفتم ها؟ آوردیش؟ آخه تو سنت به این حرفا میخوره. واسه من چرت و پرت نگو. آوردیش یا نه؟ آروم باش. آره آوردم. بگو ببینم پول آوردی؟ بیا. این چیه؟ تلاس، بیشترم هست. بدل نباشه، وگرنه پوستتو میکنم. بدل مدل نیست، اصله رو بده. بگیر. ببین مراقب باش، واسه هم دردسر درست نکنی یا؟ من نه، اون فرهاد باید مراقب باشی. آقا یه لحظه صبر کنین. کارشناسیتون لطفا. ممنون، شب بخیر. جوون بیا اینجا ببینم. با تو هم پسر. بیا اینجا ببینم. حرکت کن، حرکت کن. برو زود باش. یه
بیا اینجا ببینم. بیا چرا فرار میکنی ها؟ این وقت شب تو خیابون چیکار میکنی؟ بیا اینجا ببینم، دستتو باز کن، پاتو باز کن، چرا فرار کردی ها؟ آها حالا معلوم شد چرا فرار کردی. این چیه ها؟ بهش دستم بزن، به مرکزم خبر بده. دستتو بیار جلو ببینم.